ای دور از نظر وای نیکو حذر، وای نیکو کردار نیکو نیک منظر. ای دلیل هر برگشته و ای راه نمای هر سرگشته، ای چاره ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده. دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از سلام و وقت بخیری داریم، انشاءالله که شاد و سالم باشید. حکمت 48 مولا علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسین الأسرار. امام علیه السلام میفرمایند پیروزی در گروه تدبیر است، حزم و دوراندیشی در گروه به کار گرفتن فکر و تفکر صحیح در گروه نگهداری اسرار است. همه ما میدانیم که یکی از عوامل مهم پیروزی دوراندیشی است، زیرا افراد سطحی نگر که گرفتار روزمرگی ها هستند در برابر حوادث پیش بینی شده به زانو در می آیند و شکست می خورند. سپس امام علیه السلام در جمله دوم دوراندیشی را کمی توضیح می دهد و تشبیه به اسواری می کند که قبل از شروع تمام میدان را بررسی می کند تا از نقاط ضعف و قوت آن با خبر شود. یک انسان مدبر هم باید تمام جوانب را بسنجد. شخصی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: ای رسول خدا، به من نصیحتی کن. فرمود: اگر بگویم میپذیری؟ عرض کرد: آری. پیامبر فرمود: فإني أوصيك إذا أنت حممت بأمر فتدبر عاقبته فإياک رشدا فأمضيه وإياک غيا فأنسه عنه. من به تو سفارش میکنم هنگامی که تصمیم بر انجام کاری گرفتی عاقبت آن را بیندیش. اگر کار صحیحی بود انجام ده و اگر کار اشتباه و ناپسند بود از آن خودداری کن. در سومین بخش حکمت هم مولایمان میفرماید تفکر صحیح در گروه نگهداری اسرار است، یعنی تا کارتان ریشه ندوانده، تا مستحکم نشده قیل و قال نکنید و اسرارتان را حتی به دوستانتان هم نگویید، چرا که آن دوست نیز دوستان دیگری دارد. و دوست گرچه عزیز است راز دل مکشای، که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز. الله یارتان.